ران دیسانتس والی برحال ایالت فلوریدا نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رسما اعلام کرد. من ران دیسانتس هستم و برای ریاست جمهوری مبارزه می کنم تا بازگشت عظیم آمریکا را رهبری کنم. سنجی ها نشان می دهد که ران سانتس در میان کاندیدان جمهوری خواه در رده دوم پس از دانالد ترامپ قرار دارد. ولی برخی از تحلیلگران سیاسی در مورد نظرسنجی های ابتدایی محتاطند. نظرسنجی ها امیدواری می بخشند. نظرسنجی ها نشان می دهد که در یک رقابت در کجا قرار داریم. ولی نتیجه نظرسنجی ها نیست. میزان محبوبیت راندی در نظرسنجی های چند ماه قبل بلند بود. ولی اشاره او به جنگ میان اوکراین و روسیه به عنوان یک منازعه ارزی دیدارهای کمرنگ او با اهدا کنندگان سروتمند و ضعف او در تامین ارتباط فردی با دهندگان، شهرت دیسانتس را آسیب رساند. میزان محبوبیت دونالد ترامپ در میان محافظه محافظکار به خصوص در میان آنان که فاقد تحصیلات عالی یا درآمد زیاد ندارند بلند است. ولی دانیل کاکس تحلیلگر در انستیتیوت امریکن انترپرایز در مورد یکی از فاکتورهای قوت ران دیسانتس در میان جمهوری خواهان چونین می گوید. To... چون تصور می شد که دونالد ترامپ در میان مسیحیان و سفیدپوستان محبوبیت دارد ولی سنجیه ها نشان می دهد که آنان دیسانتس را نیز دوست دارند. ویلیام گالسون تحلیلگر در انستیتیوت بروکنگز می گوید برای غلبه کردن بر دونالد ترامپ ران سانتس نیاز دارد تا موزیگیری های تنتر را در برابر ترامپ اختیار کند. ران دیسانتس DeSantis... نمی تواند دونالد ترامپ را نادیده بگیرد. او باید با دونالد ترامپ رو در رو شود. او باید در روی روی با ترامپ به همان اندازه از خود قوت نشان دهد که دونالد ترامپ تلاش دارد تا در برابر او تبارز دهد. اعضای کارزار انتخاباتی دیسانتس نیز امیدوارند تا سابقه محافظه نامزدشان در ایالت فلوریدا بتواند تا بر تصمیم رای دهندگان جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی تأثیر گذار باشد. با عنوان والی، ران دیسانتس سقط جنین پس از سپری شدن شش هفته از حمل را غیر قانونی اعلام کرده و حقوق امجنسگرایان و دیگر باشان را نیز محدودتر ساخته است. سید عزیز رحمان صداي امریکا واشنگتن